یک مقام سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی میگوید تنها در دو هفته گذشته 8 مدرسه آنوروا که همگی در پناهگاه‌های آوارگان خدمت می‌کنند مورد حمله قرار گرفتند. آخرین وضعیت اسفبار نوار غزه را در گزارشی که همکارم تهیه کرده با هم می‌بینیم. آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک آنروا طی بیانیه‌ای در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی تأکید کرد که از هر 10 نفر در نوار غزه با جمعیت تقریبی 2.3 میلیون نفر 9 نفر به اجبار آواره شدند. در این بیانیه تأکید شده است که هیچ جای نوار غزه امن نیست و مردم این منطقه جایی برای رفتن ندارند. بر اساس این بیانیه، فلسطینی‌های آواره شده سعی می‌کنند در مکان‌هایی که می‌توانند پیدا کنند، از جمله مدارس، ساختمان‌های فروریخته، چادرهای موقتی که روی شن‌ها و حتی در کنار انبوه زباله‌ها تأسیس شده‌اند، پناه بگیرند. هلال احمر فلسطین طی بیانیه اعلام کرد که در منطقه المواسی که اسرائیل ادعا می‌کند امن است و فلسطینی‌های آواره نوار غزه در آن پناه گرفته‌اند، حتی برای یک چادر هم جا نمانده است. آژانس آوارگان فلسطینی سازمان ملل آنروا همچنین اعلام کرد بسیاری از مدارس ما تخریب شدند و دیگر نمیتوان از آنها به عنوان مدرسه استفاده کرد. این آژانس تأکید کرد تنها در دو هفته گذشته 8 مدرسه آنروا که به عنوان پناهگاه به آوارگان فلسطینی خدمت میکردند مورد حمله قرار گرفتند. آنتونیا ماری دیمیو، معاون کمیسر کل آنروا، در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت دفتر مرکزی و دفاتر ما در غزه تخریب شده است. بیش از 560 آواره، از جمله بسیاری از زنان و کودکان، در حالی که زیر پرچم سازمان ملل پناه گرفته بودند، کشته شدند. وی افزود، زنان، کودکان، روزنامه‌نگاران و کارکنان، همگی همچنان بهای غم‌انگیزی را پرداخت می‌کنند. دیمیو تأکید کرد آنروا نیز از این قاعده مستثنا نیست. 199 همکار ما تا کنون کشته شدند و خانواده تعداد زیادی از آنها نیز جان خود را از دست دادند. به گفته مقامات بهداشتی غزه، نزدیک به 39200 فلسطینی از 7 اکتبر 2023 تا کنون به شهادت رسیدند که اکثر آنها زن و کودک هستند. به دلیل حملات اسرائیل از 7 اکتبر اکثریت مردم نوار غزه بارها به اجبار آواره شدند. به دلیل کوچ اجباری که به روال عادی غزه تبدیل شده است، غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان در شرایط سخت تلاش می کنند تا زندگی خود را حفظ کنند.